بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت تمام شاگردای عزیز و خوبه امید که که ساعت کامل برخوردار باشین و با روزهای خوب و خوش را سپری کنین و همچنان یادتان نره که از وقتتان خوب استفاده کنین به خاطر ازی که زمانی که گذشت هرگز بر نمیگرده باز ما مجتبی در خدمت شما حاضر شدیم تا ای که مضمون دری سنفسی و درساش درس‌هاش با همکاری یکی دیگه یک پیش ببریم ما مطمئن هستم که شما درس گذشته را حتما با دیدن عنوان بالای تخته درس گذشته تان به یاد آوردین به خاطر ازی که شما در درس قبلی هم برقه خوانده بودین ما مطمئن هستم که شما به یاد آوردین و همچنان فهمیدین که درس برقه یا بعض از موضوعات در مورد برقه شما به یاد آوردین یا فهمیدین و ان شاء الله کدام مشکل نداری بعض از موضوعات در مورد برق ما خوانیم روزهای قبل و همچنان ایران فهمیدیم که برق چطور با وجود یعنی یک شکلشه یاد گرفتیم و همچنان ایران فهمیدیم که کدام وسایل برقی هستند که ما همه روز از او استفاده میکنیم او ازوره شما روی تصویر دیدین مثلا تایپ مثلا یخچال و مثلا اما تو ماشین کالاشویی یا لباسشویی و وسایل زیادی است که برقی هستند و در روزمره مازونا چی میکنیم استفاده میکنیم به ادامه از این درس گذشته امروز درس را که میخوانیم امی بازم ادامه درس برق است که ما شما با خواندن ادامه درس برق به خاطر معلومات ما یا بیشتر شدن معلومات ما ان شاء الله میافزاییم و یاد میگیریم و میفهمیم بعضی از موضوعات بیشتره بسم الله الرحمن الرحیم ادامه درس برق تمام این فعالیت ها یعنی همون فعالیت هایی ده که ما نام گرفتیم مثلا همون وسایل را که نام گرفتیم که ما توسط برق می از این استفاده کنیم تمام این فعالیت ها توسط برق و جریان برق صورت می اما زمانی که ما برق را خاموش کنیم این چیزها از فعالیت باز میمانند و کار کرده نمیتوانند معلوم گردید که برق یک چیز بسیار مفید بوده و استفاده بسیار زیاد از آن صورت می ببینید پیش از که دوباره من درس بر شما تکرار کنم یا پیش از که به توضیح و تشریح بیشتر از این بپردازیم یک بار به ای طرف تخته یک توجه میکنیم ببینین دو موضوع بسیار زیاد مهمه که در برق یعنی راحت کردنش ای بسیار زیاد مهم است ما براتون در تخته اینجا نوشته کردیم که من مطمئن هستم که شما کلگیتون با دیدن ازی حتما یک انگیزی براتون خلق شده اولش که روزای قبلم یا در درس درس قبلیام ما این سوال ها داشتیم که از برق باید چگونه استفاده شود و با جواب دادن ازی که ما باید از برق به صورت درستش استفاده کنیم و همچنان از لوازم برقی به شکل استفاده کنیم که بر ما ضرر نرسانه از این طریق ما میتونیم که مشکلات ما را توسط وسایل برقی مرفوع بسازیم یا رفع کنیم ورق دومی یا بخش دومی ببینید در اینجا چی نوشته شده؟ نوشته شده خطرات برق یعنی بدون از که ما وسایل برقی را استفاده میکنیم درست است خیلی ما کدام نکات باید در نظر بگیریم تا که با خطرات برق مواجه نشیم ببینید شماره اول نوشته است فرسوده شدن لاین فرسوده شدن لین چی یعنی از لینایی که کونه شده باشه لچ شدن کونه شدن یک جایشان سیمشان لچ شده اون از اون قسم سیما یا ها نباید ما چی کنیم نباید استفاده کنیم چرا به خاطر از اینکه باعث میشه که ما رو برق میگیره زمانی که ما رو برق گرفت خدای نخواسته چی میشه از بین میریم و زیاد زیاد ضرر داره بر ما خطرناک است دومیش لچ بودن لاین مثلا بعضی از زیاد شاید شما مواجه شده باشین دیده باشین زیاد از بزرگای ما صحوه میکنن اشتباه میکنن به لین لچ دست میزنن یعنی به گمان ای که را برق نمیگیرن مگر شما هرگز ای کار انجام ندین خاطر از ای که دست زدن به لین که لچ باشه یا برق امول لین برقی که لچ باشه باعث می از میشه که را برق بگیره از اون خاطر بر ما زیاد خطرناک است سیومیشون وسایل شار وسایل را که در درس قبلی ما خواندیم و همچنان وسایل زیاد را نام گرفتیم مثلا یک از اونو ماشین کالشوی، یخچال، تایپ، تلویزیون و غیره وسایل زیادی هست که ما اونا را نام گرفتیم و همچنان فهمیدیم که اینو وسایل برقی هستند استفاده از اینو به نظر ما بسیار زیاد آسان میه مثلا لینه که بر خاطر روشن شدن تلویزیون است در زمانی که تلویزیون چی میشه؟ روشن میشه مثلا لاینی که به خود روشن شدن یخچال از زمانی که لاین به برق بزنیم یا به دبق بندازیم یخچال روشن میشه به نظر ما بسیار زیاد ساده میه مگر اگر اینمی وسایل برقی که ما شما ایر استفاده میکنیم اگر اینمی وسایل چی باشن شارت باشن شارت یعنی چی یعنی زمانی که ما ماده لمس میکنیم دست میزنیم ما را برق بگیره اینمی خودش چی میشه خودش خطرناک است از او خاطر کوشش کنین در وسایلی که یا لوازمی که استفاده میکنین و برقی هستن زیاد توجه کنین تا اینکه که وسایل چی نباشه شارت نباشه چارمیشان صندوق برق است پیش از که م... یعنی بگویم برتان که صندوق برق چی است اولا یک گپ میگم به خاطر جور کردن وسایل برقی افراد خاصی هستند که به نام انجینرهای برق یاد میشن و همچنان به خاطر ازی که ما برق از بیرون در خانه های خود بیاریم یک شخص به نام برقی وجود داره که میتونه اینمی برق از بیرون یا از امو صندوق برق به خانه ما بیاره یا در خانه ما وصل بسازه وصل کردن برق از بیرون در خانه این وظیفه ما یا شما نیست از مخاطب خاطر به شما گفته شده که در صندوق برق هرگز ما و شما نباید دست بزنیم چرا؟ به خاطر ازی که صندوق برق خطرناک است امکان دارد که در دا اونجا یک لاین لوچ باشه امکان دارد که یک لاین باشه که در اونجا شارت است یا هر چیز دیگه امکان دارد، و ما و شما یه بار نمیفهمیم یعنی فقط را میفهمیم که او خراب شده باشه میتونیم جور کنیم مگر ما مرو درست یا شکل درست چه نمیفهمیم شما خو خرترک و تفلکای نازنین دوست هرگز نباید این کارا بکنین این گپ ما به خاطر به شما میگم که حتی اگر با یک عمل مواجه شدین از دوستک تان, از پدر جان تان, از برادر تان, از اینو خواهش کنیم که ای کار نکنن به خاطر چی به خاطر که بگوین که استاد ما گفته بود که ای کار بسیار زیاد خطرناک است و شما ای کار نباید بکنیم. حالا میریم دوباره بالای موضوع درس که ایره دوباره بخوانیم، و همچنان تکرار کنیم و توضیح بدیم ببینیم که در درس با ما شما چی گفته؟ گفته تمام این فعالیت هایی که می بینیم که به خاطر روشن ساختن بعض وسایلی که ما روزمره از اینا رو استفاده می کنیم و برق ضرورت است و جریان وقت، برق تمام این فعالیت ها توسط برق صورت می گیره و توسط برق و جریان برق صورت می گیره اما زمانی که ما برق را خاموش کنیم این چیزها از فعالیت باز می این دیگه دقیق است مثلا اگر ما توسط برق میتونیم که آبگرمی را آب جوش کنیم اگر که آبگرمی در برق زدگی نباشد. دیگه آب جوش میه البته که نمیه آبگرمی هم خاموش میشه یعنی اکثریت اکثریت برش گفتن که کلا یعنی او وسایلی که باز بدون برق کار میتن اونا حتما بیتری دارن بخاطر از اینکه تمام وسایل برقی فقط با موجودیت برق فعالیت میکنن یا کار میکنن زمانی که برق نباشه مثلا با زمان همی مجرده که برق میره تلویزیون ها گروپ ها یخچال آبگرمی هر چیزی که در برق باشه چی میشه کلش خاموش میشه زمانی که برق دوباره آمد اینا دوباره چی میشن فعال میشن ادامه شه ببینین که چی گفته باز میمانند و کار کرده نمیتونند دقیقا وقتی که گل شدن که بیازی کار کرده نمیتونند معلوم گردید که برق یک چیز بسیار مفید بوده و استفاده بسیار زیاد از آن صورت میگیره مثل که ما برتون یادآوری کردم تمام اینمی وسایل را که ما شما استفاده میگیریم که گفتیم این بسیار زیاد مهم است واقعا در زندگی ما فعلا که ما شما دمی عصر و زمانه که زندگی میکنیم بعد بسیار زیاد یک وسیله مهم است مثلا اگر ما برق نداشته باشیم نمیتونیم تلویزیون ببینیم وقتی که تلویزیون دیده نتونستیم نمیتونیم از اوضای جهان با خبر شویم که زیاتر مهم بودنش با بزرگا بیشتر است مگه, مگه در حد حدود شما گپ بزنیم مثلا اگر برق نباشه شما نمیتونیم که می در سایتان ادامه بدیم مثلا اگر برق نباشه شما نمیتونیم که گروپ وقتی که روشن نباشه شما نمیتونیم که درس بخونین زمانی که برق نباشه شما نمیتونیم کارتون ببینین و غیره اینی کل وسایل برقی که در خانه استفاده میشن زیادتر موارد استفاده از اینا یعنی زیادتر لوازم مربوط به برق میشه که باید برق موجود باشه تا ما با چی کنیم از اونا استفاده کرده به توانیم آفرین من مطمئن هستم که شما درس هم خوب خواندین یاد گرفتین همچنان ایران فامیدین که خطرات برق چی است و از برق ما چطور میتونیم استفاده کنیم ایران فامیدین که کدام فعالیت ها مربوط به برق میشه از برق باید چطور استفاده کنیم و ای که برق تو چی اندازه مهم است هم کل موضوعاتی بود که شما امروز فهمیدین ها یاد گرفتین به خاطر از که درس هایی که قبلا خواندیم شما را فراموشتان نشده باشن از او خاطر بازم یک بار دیگه میکنیم به کاکی که سر بند است کلمات جدیدی را که امروز گرفتیم این یه در سر می چی میکنیم حلقه میکنیم ببینیم که ما چیز یا کدام کلمه نو را امروز یاد گرفتیم یا نگرفتیم بین بریم تمام این فعالیت ها توسط برق و جریان برق صورت می گیرد. اما زمانی که ما برق را خاموش کنیم این چیزها از فعالیت باز میمانند فعالیت کلمه فعالیت یا کلمه نو پیش از این ما با این کلمه فریم ما با این کلمه مواجه نشده بودیم این بر ما یک کلمه نوسته از او خاطر زیر خط میگیریم تا ای که برجسته شو ما بفهمیم که این کلمه رو ما چی کردیم نو گرفتیم پیش میریم و کار کردن نمیتوانند معلوم گردید که برق یک چیز بسیار مفید مفید کلمه مفید ما نو رو برو شدیم از این معلوم میشه که ایرام نو گرفتیم دیگه مفید بوده و استفاده بسیار زیاد از آن صورت می دو کلمه نوی که ما امروز یاد گرفتیم یکی کلمه فعالیت است دیگه کلمه مفید من مطمئن هستم که کلگی شما با فهمیدن از این موضوعات و درستان زیاد چیزا رو در مورد برق یاد گرفتین فراموش نکنین که ادامه درس باقی مانده انشالله در درسهای بدی ما در مورد برق بیشتر رو زیادتر خواد فهمیدیم و انشالله در مجموع کل شب بازم یک جنب... جنبندی خود کردیم به خاطر از اینکه شما موضوعات بیشتر رو بفهمید در درس امروزی ما همه قدر فهمیدیم که برق از برق چطور میتونیم استفاده کنیم و همچنان چقدر اهمیت داره و خطرات برق چی هست و چطور میتونیم که ما از برق درست استفاده کنیم تا یک بر ما خطر خطرات ما به خطرات بخشی نشیم مواجه نشیم این بود درس امروزی که خواندیم کار خانگی تان که درس امی قسمت را که امروز خواندیم این را نوشته میکنین و همچنان یک مقاله دو خط یا سه خط در مورد خطرات بعد در کتابچایتان تان نوشته میکنین و جمله بندیش زیاد توجه کنین به خاطر از که از پیشتان اشتباه نشه ان تا درس ای آینده که باز هم خدمت شما حاضر میشم و درس را با همکاری یک یکی دیگه دوباره بازم یک جا پیش میبریم کلگیتان با خداوند یک تا میز بارم کلگیتان و زیاد دارم خدا